بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون زیختین غک. به نقل از بخش فارسی بی بی سی، اولین خط آهن میان ایران و افغانستان افتتاح شد. توجه کنید به متن کامل این گزارش مهم. آقایان محمد اشرف غنی و حسن روحانی، رؤسای جمهور افغانستان و ایران، در مراسمی که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اولین خط آهن میان دو کشور را افتتاح کردند. دو طرف افتتاح راهن خواف ارات را تاریخی خواندند. رئیس جمهور ایران این خط آهن را مسیر برای مستحکم تر کردن پیوندها میان دو کشور خواند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم آن را نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر دو کشور برای رشد اقتصاد منطقه‌ای و رفاه آینده دانست. پروژه ساخت این خط آهن از ایران در سال 1386 و در خاک افغانستان در سال 1395 آغاز شده بود. دو طرف امیدوارند که این خط آهن علاوه بر کمک بر تجارت دو جانبه با پیوند افغانستان به شبکه ریلی بین المللی از طریق ایران به مسیر ترانزیتی میان شرق آسیا و غرب آن تا اروپا تبدیل شود. مراسم افتتاح این خط آهن به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا امروز پنجشنبه نه به صورت حضوری بلکه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. گفته می شود که طول خط آهن خواف ایرات 225 کیلومتر است که ایران 140 کیلومتر آن را با صرف 2000 میلیارد تومان تکمیل کرده و باقی آن هم بر عهده افغانستان بوده است. گفته می شود که این خط آهن ظرفیت سالانه انتقال 6 میلیون تن کالاهای تجاری و همچنان 1 میلیون مسافر را دارد. محمد یما شمس رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان افتتاح این خط آهن را خبر خوش برای اقتصاد افغانستان دانسته، زیرا سبب وصل افغانستان به ترکیه، شرق میانه و از رای دریایی ایران به کشورهای دیگر است. با گفته او این خط آهن به سمت شمال ایران و بعدتر از آن منطقه به سمت شهر مزار شریف در شمال افغانستان برای وصل شدن به سایر کشورهای منطقه نیز توسعه خواهد یافت. ایران برای تکمیل این خطوط آهن در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. آقای شمس گفت در جریان ساخت این خط آهن ده‌ها کارگر قربانی حوادث کار شدند که باید در مراسم افتتاح از آنها یادبود شود. او گفت مطابق برنامه ریزی برای سال نخست بهره برداری از این خط آهن 1 میلیون تن کالای تجاری و روزانه نزدیک به 2000 مسافر از طریق آن میان دو کشور جابجا خواهد شد. رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان گفت که بخش اول این قطع تا 8.5 ماه آینده تکمیل خواهد شد و کار تدارکاتی بخش دوم این قطع نیز تا 1 ماه آینده آغاز خواهد شد. مقام های ایرانی نیز گفتند که بهره برداری از این خط آهن نقش مهمی در افزایش صادرات و واردات و رونق اقتصادی افغانستان و توسعه مبادلات بین ایران و این کشور دارد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون زیختین غک. ما به عنوان همسایه مردم افغانستان افغانستان رابط جدید ایالات متحده آمریکا چیه؟
حقیقت مردم افغانستان خودشون میتونن. به نقل از بخش فارسی بی بی سی، اولین خط آهن میان ایران و افغانستان افتتاح شد. توجه کنید به متن کامل این گزارش مهم. آقایان محمد اشرف غنی و حسن روحانی، رؤسای جمهور افغانستان و ایران، در مراسم که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اولین خط آهن میان دو کشور را افتتاح کردند. دو طرف افتتاح راهن خواف عراق را تاریخی خواندند. رئیس جمهور ایران این خط آهن را مسیر برای مستحکم تر کردن پیوندها میان دو کشور خواند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم آن را نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر دو کشور برای رشد اقتصاد منطقه‌ای و رفاه آینده دانست. پروژه ساخت این خط آهن از ایران در سال 1386 و در خاک افغانستان در سال 1395 آغاز شده بود. دو طرف امیدوارند که این خط آهن علاوه بر کمک بر تجارت دو جانبه با پیوند افغانستان به شبکه ریلی بین المللی از طریق ایران به مسیر ترانزیتی میان شرق آسیا و غرب آن تا اروپا تبدیل شود. مراسم افتتاح این خط آهن به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا امروز پنجشنبه نه به صورت حضوری بلکه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. گفته می شود که طول خط آهن خواف عراق 225 کیلومتر است که ایران 140 کیلومتر آن را با صرف 2000 میلیارد تومان تکمیل کرده و باقی آن هم بر عهده افغانستان بوده است. گفته می شود که این خط آهن ظرفیت سالانه انتقال 6 میلیون تن کالاهای تجاری و همچنان 1 میلیون مسافر را دارد. محمد یما شمس رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان افتتاح این خط آهن را خبر خوش برای اقتصاد افغانستان دانسته، زیرا سبب وصل افغانستان به ترکیه، شرق میانه و از رای دریایی ایران به کشورهای دیگر است. با گفته او این خط آهن به سمت شمال عراق و بعدتر از آن منطقه به سمت شهر مزار شریف در شمال افغانستان برای وصل شدن به سایر کشورهای منطقه نیز توسعه خواهد یافت. ایران برای تکمیل این خطوط آهن در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. آقای شمس گفت در جریان ساخت این خط آهن ده ها کارگر قربانی حوادث کار شدند که باید در مراسم افتتاح از آنها یادبود شود. او گفت مطابق برنامه ریزی برای سال نخست بهره برداری از این خط آهن 1 میلیون تن کالای تجاری و روزانه نزدیک به 2000 مسافر از طریق آن میان دو کشور جابجا خواهد شد. رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان گفت که بخش اول این قطعه تا 8.5 ماه آینده تکمیل خواهد شد و کار تدارکاتی بخش دوم این قطعه نیز تا 1 ماه آینده آغاز خواهد شد. مقام های ایرانی نیز گفتند که بهره برداری از این خط آهن نقش مهم در افزایش صادرات و واردات و رونق اقتصادی افغانستان و توسعه مبادلات بین ایران و این کشور دارد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غک.